سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از حرفهای تند و جنجالی خانم هدیه تهرانی به سران حکومت ایران. با ما همراه باشید. لطفاً پیش از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. بعد از کشته شدن مهسا امینی میدونیم که اعتراضات سراسری در ایران به راه افتاد. ابتدا از شهرهای بزرگ و پایتخت شروع شد و بعد به همه شهرهای کوچیک و بزرگ و روستاهای محروم و دورافتاده هم کشیده شد و روزی نبوده که این اعتراض به نوعی در جریان نباشه. توی این مدت هنرمندان زیادی هم در کنار مردم بودند، هنرمندانی که همیشه مردمی بودند و فقط اسم سلبریتی رو با خودشون یدک نمی‌کشیدند. خانم هدیه تهرانی یکی از این هنرمندانیه که واقعا مردمیه، واقعا ایران و ایرانی ها رو دوست داره و از دغدغه های مهم زندگیش محیط زیست این کشوره. ایران با محیط زیستی غنی ولی متاسفانه گیر حکومتی افتاده که فقط به فکر تاراجه و چیزی به نام محیط زیست، مردم، آزادی و دیگر تعاریف مهمی که در دنیا مطرحه براش مهم نیست. خانم هدیه تهرانی از همون روزهای اولیه اعتراضات در کنار مردم بود و باعث دلگرمی و امیدواری اونها شد که حکومت با اطلاع از این قضیه پیج شخصی اینستاگرام ایشون رو از دسترس خارج کرد. بعد هم از طریق رسانه‌های حکومتی، روزنامه‌ها و صدا و سیما در مورد ایشون و خیلی از هنرمندان مردمی دیگه شایعاتی رو به راه انداخت که ای مردم چه نشستین و گول این سلبریتی ها رو میخورین که اونها سر پروژه های میلیاردیشون مشغولن و فقط شما رو توی فضای مجازی تحریک میکنن که به خیابون ها بریزین. بعد از این شایعات در مورد سرکار رفتن خانم هدیه تهرانی، خواهرش در پیج شخصی اینستاگرامش مطلبی رو منتشر کرد و این خبرها رو تکذیب کرد. خانم هیلدا تهرانی نوشت خیلی از عزیزان پیام دادن و سوال داشتن برای اطلاع از صحت کار کردن هدیه در فیلم آینه به کارگردانی آقای محمود کلاری. در پاسخ میگم مطمئن باشید با وجود اینکه میدونم 3 سال هست سر کار نرفته و اتفاقا با مسئولیت‌های زیادی هم که همیشه به دوش داره دست و پنجه نرم میکنه و در حالی که قرارداد این فیلم قبل از اعتراضات بوده و فسخ این قرارداد تبعاتی هم برای پروژه داشته، اما بدونید این خبر صحت نداره و هدیه از خیلی پیشتر انصراف داده بود و به هم گفت مردم عزیز منن، قوم و خیش منن، خانواده منن. وقتی خون خانواده و قوم و خیش بیگناه هم ریخته میشه چجوری میشه برم سر کار؟ حتی خواب هم به یه چشم اشک و یه چشم خونم نمیاد. تو این شرایط نرفتن سر کار حداقل کاریه که میشه کرد و اصلا هم مزیت نیست، اونم کاری که بدون مردم انجامش بی‌معنی ترینه. گفت با وجود تمام فشارها من هم مثل تمام مردمم همه این سختی‌ها رو تحمل می‌کنم و همیشه در کنار این خانواده بزرگ و داغدار و شریف و صبور و عزیز جانم خواهم ماند. بعد از اخطارهای امنیتی که از گوشه و کنار به گوش هدیه تهرانی رسید و ایشون رو حتی تهدید هم کردن، هدیه تهرانی در پیج ریحانه تراوتی، عکاس سرشناس سینما و تئاتر، این متن رو منتشر کرد. خطاب به نهاد امنیتی: اخطار شما به من رسید، اما بهتر است بدانید که نه من رهبر این مردم هستم و نه مردمی که جانشان به لب رسیده است نیازی به دعوت من و امثال من دارند. میزبان این ضیافت خونین خود شمایید. با مردم زندگی میکنم و خود این مردمم. همانطور که در زلزله و سیل و سایر مصیبت ها کنار هم بودیم، این بار هم خواهیم بود. حتی اگر تمام راه های ارتباطی جهان را مثل هر چیز دیگری به روی ما ببندید، ما کنار هم خواهیم بود و بدانید که تنها راه ارتباط من با مردم خیابان است. هدیه تهرانی. روزنامه کیهان در پی حملات زنجیره‌ای خودش اخیراً بازیگرانی مثل هدیه تهرانی، سروش صحت و ترانه علی دوستی رو بازیگران ورشکسته خوند. به گزارش کیهان، چند بازیگر ورشکسته که سالهاست از موفقیت‌های هنری دور موندن، سعی کردن در زمان فروکش کردن اعتراضات با انتشار مطالبی در حمایت از آشوب شکست خورده دولت‌های غربی در ایران توجه این دولت‌ها رو به خودشون جلب کنن. نویسنده این گزارش
در ادامه گفته یکی از این افراد دچار خود رهبرپنداری شده و خواسته از این فرصت برای خودش جایگاهی بسازه. هدیه تهرانی بازیگریه که سالهاست هیچ فروغی در عرصه بازیگری نداشته، با انتشار یادداشتی در صفحه مجازی عنوان کرده که نهادهای امنیتی اون رو رهبر اعتراضات نامیدن و حالا خانم هدیه تهرانی فروتنانه اعلام کرده که رهبر مردم نیست. همچنین سروش صحت که سالهاست تلاش داشته تا بدون تخصص ویژه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای خودش جایگاهی دست و پا کنه و شیفته دوربین و دیده شدن در رسانه ملی بوده، حالا مدتیه که برنامه‌ای نداره و با حمایت از آشوبگران خواسته به چشم بیاد و خلأ کمتر دیده شدنش رو پر کنه. ترانه علی دوستی هم بازیگریه که سالهاست در حال تکرار نقش‌های تکراریه و سالهاست که بازی درخشانی انجام نداده و چند سالی هم هست که با بازی در زمین منافع غرب در ایران قصد خودنمایی داره. این بار هم با انتشار بیانیه‌ای و با کشف حجاب خواسته که در کنار آشوبگران باشه. بعد از اون صحبت‌های تحقیرآمیز و توهین‌آمیز کیهان هم نسبت به بازیگران معروف و مردمی ایرانی که یکیشون هدیه تهرانی بود، ایشون با انتشار این مطلب در صفحه اینستاگرام خواهرش نوشت: شما هیچ وقت به مردم احترام نگذاشتید و با اونها مهربون نبودید. هیچ اعتراضی رو نپذیرفتید و هیچگاه کوچکترین اشتباه و تقصیری را به گردن نگرفتید. و مردم 40 سال قهر و سرکوب و جنگ و انواع خسارات و مصیبت‌های تحمیلی بر روح و روان و جانشان را تحمل کردند. هرگاه لب به اعتراض گشودیم، دردم خفه و سرکوب کردید. حالا صبر مردم لبریز شده، اما انگار شما همچنان بی تقصیرید و مردم خس و خاشاک و اختشاشگر و منافق و اغفال شده و اراذل و اوباش و تروریست. این جریان را به گردن دشمن نیندازید. این کشته شدگان و 30,000 بازداشتی مردم هستند، خود مردم، و این خود شما هستید که هیچ اعتراضی را نه با حرف، نه با شعر، نه با نوشته، نه با هنر، نه با شعار، نه با تجمع، نه با تظاهرات و نه با بانگ شبانه بر بام‌های خانه نمیپذیرید و نخواهید پذیرفت. پس شما هستید که اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را با بازداشت دانشجو و کارگر و معلم و دکتر و استاد و نخبه و روزنامه‌نگار و هنرمند و ورزشکار و مادر خانه‌دار و بازاری و کسبه و حتی دانش آموز به خشونت کشاندید و میزبان ضیافت خون بیگناه کودکان و نوجوانان و معترضین شدید. در ادامه همچنان پندار و گفتار و کردار شما گویی طرح توسعه آتش درون و بیرون ما مردم را رقم می‌زند. هدیه تهرانی. اما حکومت بعد از اعدام مجید رضا رهنورد و محسن شکاری، دو معترض 23 ساله دستگیر شده در اعتراضات، باز هم دست به این خشونت‌ها و اعدام‌های بی‌رحمانه زد و در 2 روز گذشته 2 جوان دیگر را هم بالای چوبه دار کشید، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، که اعدام اونها بیش از پیش مردم را خشمگین و ناراحت کرد. در پی این اتفاق تلخ، هدیه تهرانی بدون اشاره مستقیم به اسم محمد حسینی و محمد مهدی کرمی نوشت: من یک شهروند مخالف هر نوع خشونت، چه کشته شدن و آسیب دیدن مردم در خیابانها و در مزارها و چه کشته شدن یک بسیجی یا ایجاد درد غیر انسانی برای هر انسانی، مخالف مجازاتهای خشن و احکام اعدام و اجرای احکام اینچنین، آن هم بدون شفاف سازی و اثبات علنی و عمومی آن جرم، و به خصوص در موضوعات ملی و مهمتر مخالف عدم دسترسی و برخورداری از حقوق اولیه یک انسان از جمله حق وکیل تعیینی و حق ملاقات خانواده و سایر حقوق انسانی هستم. در ادامه گفت: من یک شهروند بی سلاح و سوگوار، این همه درد در حیرت خطاهای وکیل مدافعان قانونم و از شما مسئولین بی مدعای بی درایت، از شما قضات بدون ترحم و شما روحانیون خموش که ظاهراً با خرد ورزی و به فکر مصلحت خودتان هم نیستید، سوال دارم. همه شما پیش از آن که به امنیت حقیقی جان و مال و روان این مردم فکر کنید و خدمت به مردمان زنده را یاد گرفته باشید، چطور می توانید به نیاکان، امامان، پیامبر و دین خود خدمت کنید؟ حالا اگر این سوال یعنی مخالفت با شما و مخالفت با شما یعنی مخالفت با امنیت ملی، پس همانطور که یک شهروند مثل من را با اخطار و احضار و نیروهای خودسر تهدید کردید، حالا هم ریش و قیچی دست شماست و ابزار قدرت دست شماست و حاکم است و حکمش. اما این را بدانید، نداشتن تحمل در مسائل کوچکتر، نقشه ها و رویاهای بزرگتر را مختل می سازد.
مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.